شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، برنامه رنگین کمان رو پی میگیریم. امیدوارم که با ما ادامه بدید تا ساعت 12، چون هنوز یه تعدادی مطالب ما مونده. نذارین همه رو ببریم برای فردا. خب خدمتتون بگم در برنامه دیروز صحبتی شد از مسئله کم آبی در منطقه کالیفرنیای جنوبی. کم سعادتی بود که در حال شما رو نداشتیم در کنار خودمون، که کالیفرنیای جنوبی تصمیماتی رو داره میگیره برای مناطق مختلف که آب کمتری استفاده بکنن. و دیروز اینها با همدیگه یک گرد همایی داشتند که یک سری قوانینی رو از اول ماه جون قرار هست که بگذارن برای کسانی که خانه دارن و کلن برای بیزینس ها و چیزهای مختلف، ولی بیشتر شامل حال کسانی است که در خانه زندگی میکنن. این منطقه لس آنجلس کانتی، ونتورا و سان برناندینو رو در واقع شامل میشه که از اول ماه جون کسانی که در اون مناطق زندگی میکنن هم 30% بعد کاهش بدن میزان و مصرف آب خودشون رو، و کار دیگه که بعد انجام بدن هفته یک بار فقط به گل و گیاهان جلوی منزل و یا در پشت منزل جایی که حیات هست، به هر حال گیاه کاشته شده، فقط بعد آب بدن، بیشتر از اون نه. حالا یک میزانی رو اینا در نظر میگیرن که اگر افراد بر حسب اون میزان عمل نکنن میتونن تا $2,000 جریمه بشن، که خب مبلغ کمی نیست، تا $2,000 جریمه. ولی در کنار اون ریبیت گذاشتن و یا پولی رو میدن که شما اگر بخواید که چمن خودتون رو بین این چمنهای مصنوعی بکنین، پر اسکوئر فوتش حدود $2 میدن و تا یه میزان زیادی همین پول تعلق میگیره از لحاظ اون جایی که هست که هر بزرگ باشه. بله، من الان ذهنیتم اگر بخوام که در واقع به شکلی خدمتتون بگم، 200 میلیون اسکوئر فیت میتونه تغییر پیدا بکنه به این چمنای مصنوعی. بسیار عالی. راجب استحمام چیزی نگفتن به جای هر روز هفته یه بار بدین؟ والا من اینجور که میبینم، چون در عرض 3 سال گذشته یک همچین خشکسالی بی سابقه بوده در تاریخچه کالیفرنیای جنوبی. در نتیجه ممکنه اینم اتفاق بیفته، اگر همینطوری ما پیش بریم ممکنه که اینم بهمون بگن. البته خانم، اینا همش تدابیری است که می اندیشن برای آینده، که اگر شما هر روزم باغچه‌هاتون رو آب بدین، اتومبیلتون رو بشورین، در خونه نما همه این کار رو بکنین، به هر حال هست آبی که تأمین بکنه. اما برای اینکه این ماجرا روی برنامه‌ای پیش بره، حالا اگر فرصت شد من پیشنهاد میکنم کسانی رو که اتفاقا داریم، کسانی رو که ایرانی هستن و در بخش در ساکرامنتو در قسمت آبرسانی کالیفرنیا فعالیت میکنن، میتونم ازشون خواهش بکنم بیان توضیح بدم. من فکر میکنم که اونجوری نیست که به سال قحطی رسیده باشن. نه، اینا پیش بینی میکنن برای آینده که به بنبست مردم گرفتار نشن و بتونن این برنامه ریزی رو درست انجام بدن. فکر میکنم یعنی ترسناک نیست در کل، اگه بخوام امیدوارم اینطور باشه. ترسناک نیست. اتفاقا یک از کسانی که در ارتباط با آب در منطقه لس آنجلس در گذشته سمت خیلی مهم و کلیدی داشتن، آقای دیوید نهایی هستند که در ارتباط با سلامت آب لس آنجلس، آب لوله کشی لس آنجلس هم صحبتی من در گذشته با ایشون داشتم و اشاره کردن که این آب هزاران بار در روز مورد آزمایش قرار میگیره و دوستانی که اعتماد ندارن به آب لس آنجلس بدونن که یکی از تمیزترین و بهترین آبها برای نوشیدن هست. خوب شد اینو اشاره کردید. و من دوستانی رو دارم که در تقسیم بندی آب کالیفرنیا برای مناطق مختلف برنامه ریزی میکنن. چه جاله. بله، اونا چه خوبه که باشون صحبت داشته باشی. هموطنمون هم هستن و خیلی بهتر میتونن که صحبت کنند. خوشبختانه ایرانی ها این روزها در همه جا هستن، حضور دارن و چقدر خوب، چقدر خوشحالیم چنین چیزی رو.
من میخواستم یک مطلبی رو بهش اشاره بکنم اگر فرمایش شما تمام شد. خواهش میکنم شما بفرمایید. من تا صبحم میدونم حرف میزنم. در مورد آب صحبت نه نه در... خواهش میکنم. نه میدونم شما حرف برای گفتن داری بر منکرش نه نه من تو دهنش میزنم اگه بخواد منکر ای وای من. بله جانم بفرمایید. حضورتون عرض کنم که یه آقایی رو من متاسفانه نه این کلیپی که آمد اسمشو بود که بخوام اینجا بگم و نه مشخصاتی بود که واقعا آدم بخواد اعلام بکنه که از خودم نیست، این نقل قول میخوام بکنم. مطلب بسیار بسیار جالبی داشت تعریف میکرد، مثل که در ایران در یک سالونی این کارو میکردن. من خوشم اومد از این مطلب، الان گفتم یه اشارهی بهش بکنم. گفتش که یک روستایی مردمش ناراضی بودن. اینا تصمیم گرفتن برن پیش خان و برن اونجا تجمعی انجام بدن، مثل همین آشغالایی که در چیز هست، در رشت سراوان تلمبار شده، برن اونجا و اعتراض بکنن و بگن این چه وضعیه اینجا، نمیدونم به ما اجحاف میشه فلان فلان فلان. آمدن به خان گفتن چه نشسته‌ای که مردم دارن میان، خلاصه یه جوری قرار رو بر قرار ترجیح بده. گفت صبر کنید من درستش میکنم. خلاص مردم آمدن و جمع شدن و جمع شدن و جمع شدن. حضرت خان رفت تو بالکن، به قول شما خارجی ها تو تراس، رفت اونجا و گفت اهالی محترم ده، من میدونم که به شما ظلم میشه، به شما اجحاف میشه، اما مشکل من نیست، مشکل شما با کسان دیگری است. این آهنگری که احیانا شمشیر میسازه، این آهنگری که این وسایل میسازه که به اصطلاح مامورای من به شما حمله کنن، مقصر اونه که این آهن این چیزا رو میسازه. ای اون پزشکی که ماها رو معالجه میکنه که سالم بمونیم، مقصر اونه که وگرنه ما مریض میشیم از بین میریم، شما خیالتون راحت میشه، ولی اون پزشک مقصره. میریزن سر پزشک، میزنن خونین و مالین میکنن، میگه حالا تموم نشد. این کسانی که میان نونوا هستن، نون درست میکنن میدن ما میخوریم تقویت میشیم، اینها مقصرن. میریزن رو سر نونواه، میزنن همه همدیگر رو میزنن، درب و داغون میکنن، دست از پا دراستر، آش و لاش، همه میرن خونه هاشون میشینن دیگه. میگن خب ما رفتیم دیگه، رفتیم نتیجه گرفتیم، تموم شد. بله. و به هر حال حالا میتونین این رو مقایسه بکنید با جاهای مختلفی که در این کره زمین می شود این سیستم رو پیدا کرد. سیستم گیجش کن. بله بله. تفرقه بنداز و حکومت کن. بله بله. خب در یکی دو دقیقه باقی مانده یک خبر دیگری در رابطه با افزایش قیمت رنت و یا اجاره داشته باشیم و اینکه کسانی که مخصوصا میان، دانشجویانی که به شهر دیگری میان حضور پیدا میکنن و میخوان نزدیک کالج خودشون، دانشگاه خودشون یک جایی رو اجاره بکنن، الان دچار مشکل شدن خیلی. و اینها مجبور هستن با همدیگه چند تا چند تا در یک جا زندگی بکنن و اصلا شرایط سلامتی ندارن برای تحصیل و ادامه تحصیل. در بعضی جاها، در حتی در لس‌آنجلس خودمون که نزدیک فکر کنید دانشگاه و کالج، قیمت اجاره یک خانه کوچیک به $3,700 رسیده و یا از سال 2020 تا کنون ما 17% شاهد بالا رفتن اجاره خانه بودیم و این در جای مختلف فرق میکنه. مثلا یک قسمتی که خیلی از همه گرانتره، من اگر میریم به پیام ها برمیگردیم توضیح بیشتر رو میدم. آمین جان گویا گرفتار پیام ها هستیم. به هر حال بریم ببینیم چه خواهد شد.